با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا گزارش های هفتگی خود رو آغاز می در طول هفته گذشته در خدمتون بودم آن سوی خبر و این دروز روز هم ما رو پذیرا بشوید جریان یافتن پیکر سید جمال حسینی اسفندیار بهارمس سردبیر خبرگزاری هرانام و از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران رو شنیدید پشت میز کارش در خانه خود در حالی یافته شد که ساعاتی از مرگ او میگذشت بر اساس اطلاعاتی که هرانا منتشر کرد صبح سهشنبه چهاردهم امردادماه روز مشروطیت پنجم اوت پلیس ترکیه پیکر بی جان جمال حسینی یا اسفندیار بهارمس را که از مسئولان ارشد این تشکل بود در منزلش در پشت میز کار و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده میشد پیدا کردند گزارش رسیده حاکی است که هنوز از علت مرگ ناگهانی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اطلاعات جامعی در دست نیست اما به هر حال میتواند این امر احیای دوباره قطرها در خارج از کشور باشد پلیس ترکیه نیز بعد گمان از دست داشتن رژیم جمهوری اسلامی تحقیقات خود را آغاز کرده جمال حسینی 34 ساله بود از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و مسئول هماهنگی این تشکل چندی بود که به خارج آمده بود و نقش بسیار برجسته در پیدایش رشد و تداوم فعالیت این تشکل در تمامی سالهای فعالیتش بر عهده داشت و بسیار بار که حکایت در و رنج زندانیان در جمهوری ولایت فقیه از زبان او به گوش ما و اطلاع عالمیان رسید سرانجام بعد از چند هفته کشتار ویرانگری مرگ بیش از 1800 فلسطینی که صدها کودک و زن و پیر در میان آنها بودند که هیچ ربطی با حماس و با جنگ و موشک نداشتند و کشتار جوانان و کودکان در مدارس وابسته به سازمان ملل سرانجام آتش بس هفتاد و دو ساعته در غزه از ساعت هشت صبح روز سه شنبه به اجرا گذاشته شد تلاش پیشین برای برقراری آتش بس موفقیتی در پی نداشت هر بار بهانه‌ای بود یا از حماس یا از اسرائیل و شپن نظامیان مستقر در نوار غزه نیز معتقد بودند که این نوع آتش بس رو نمیپذیرند چون باید حصار غزه برداشته بشه سرانجام در چهارمین هفته شماره کشته شدگان فلسطینی به دو هزار نفر رسیده بود و زخمی ها بیش از هفت هزار تن اسرائیل هم شست و اندی کشته داشت که فقط سه تن از آنها غیر نظامی بودن دو اسرائیلی و یک شهروند خارجی بقیه همه نظامی بودن گزارشی داریم در این زمینه که توجه شما رو به آن جلب می رسانه های اسرائیل به نقل از برخی منابع فلسطینی از موافقت اسرائیل با آتش پس 72 ساعته در غزه که از ساعت 8 صبح امروز سهشنبه آغاز خواهد شد خبر دادند همچنین رسانه های عربی خبر دادند که اسرائیل آمادگی خود برای برقراری آتش پس بدون پیش در غزه را به جانکری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است مقامات حماس و جهاد اسلامی نیز اعلام کردند که آتشبس انسانی موقت که احتمالا 72 ساعت باشد را پذیرفتند. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد که به رغم نابودی همه تونل های شناسایی شده در نوار غزه هنوز معمولیت های زیادی باقی مانده است که باید انجام شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه موتی آلموز در گفتگو با شبکه دو تلویزیون اسرائیل گفت ما قذر را ترک نمی کنیم و آنجا باقی می مانیم. های زیادی باقی مانده است که باید به با انجام برسند. به اظهار داشت ارتش اسرائیل همه تونل هایی که تا کنون شناسایی شدند را در نوار قذر از بین برده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این حال افزود صحبت از نابودی تونل ها به معنای این نیست که معمولیت ما در قضه پایان یافته است در رویدادی دیگر هم لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید آتش بس باید بر اسرائیل و حماس تحمیل شود به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی که در چارچوب سیاست فرانسه نسبت به اسرائیل تند و کم سابقه توصیف شده است گفت حق امنیت اسرائیل کشتن کودکان و کشتار غیر نظامیان را توجیه نمی کند. فابیوس گفت از آنجا که اسرائیل و حماس نشان دادند که قادر به مذاکره و رسیدن به توافق نیستند جامعه جهانی باید آتش پس و راحل دو کشور مستقل را به آنها تحمیل کند در تحول دیگر مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه برای بررسی جنگ غزه تشکیل جلسه میدهد به گزارش خبرگزاری فرانسه ریاست اوگاندایی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد در جلسه روز چهارشنبه که با حضور نمایندگان تمام 193 کشور عضو برگزار می شود مقاماتی از سازمان ملل درباره بحران غزه گزارش خواهند داد این جلسه بنا به درخواست کشورهای عربی تشکیل می شود و این کشورها خواستار تهیه قدنامه‌ای شدید لند برای تصویب در شورای امنیت هستند و در خبری دیگر نیز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل را به کم تحرکی آمدانه سکوت همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نصر کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه می دهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست حسن روحانی اتای حق تعیین سرنوشت بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یک پارشه فلسطین به پایتختی قدس و برگزاری همه پرسی را تنها را حل بحران دانست وزیران خارجه جمهوری اسلامی قطر تشکیلات خودگردان فلسطینی ونزوئلا، لبنان، سودان و اوگاندا همچنین هفت کشور در سطح معاونان وزارت خارجه و شماری از سفیران غیر متحدها شرکت داشتند. در تحولی دیگر هم سلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت ما آمادگی داریم در ابعاد مختلف از مقامت فلسطین حمایت کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن می گفت ابزود پرتاب پرحجم موشک ها ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آسانه تحمل فلسطینی ها نشان داد که قدرت مقاومت پایان ناپذیر و همچنان در حال توسعه است فرمانده کل سپاه حوادث غزه و عراق را مسئول سیاست های آمریکا و اسرائیل دانست و گفت اسرائیل در اثر اتحاد شیعه و سنی به زودی فرو خواهد باشید پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز هفتم مرداد ماه با ذکر این که فلسطینی ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند ضمن مخالفت با خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین از همه دنیا خواست آنها را تجهیز کنند گفتنی اسرائیل از روز هشتم ژوئیه عملیات گسترده ای را از زمین، هوا و دریا علیه شبه نظامیان نوار غزه آغاز کرده است تا به گفته مقامات این کشور ضمن از بین بردن تونل های گروه حماس برای ارتباط با دنیای خارج راکت پراکنی گروه های شبه نظامی به خاک اسرائیل را متاقف کند در درگیری ها میان طرفین تا کنون 1804 فلسطینی کشته شدن، که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. در طرف اسرائیلی نیز شست و چهار سرباز، دو شهروند اسرائیلی و یک کارگر خارجی جان خود را از دست دادند. هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب شیراز از برخورد با مظاهر علنی فساد در شهر شیراز خبر داد گفت اجاره دهندگان منازل مبله در شهر شیراز برخورد می شود چرا؟ به دنبال این اصحار نظر دادستان شیراز بسیاری از کاربران فضای مجازی به تنز از عقب افتادن داعش از جمهوری اسلامی خبر داده این کاربران در نوشته های زیادی به مقایسه رفتار حکومت ایران با دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش پرداختند خانه مبل اجاره دادن جزو جرم های بزرگ است گزارشمون رو ملاحظه بفرمایید علی القاسی دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت شهر شیراز یک شهر مقدس است و باید با مظاهر فساد که روز به روز در این شهر بیشتر هم میشوند برخورد کرد به گزارش خبرگزاری مهر القاسی سپس به برشمردن مظاهر علنی فساد پرداخت و مواردی همچون اجاره خانه های مبله دیوار نویسی برای اجاره این گونه منازل استعمال مواد دخانی در سطح بوستان و عرضه البسه نامناسب را از جمله این موارد برشمرد و اجاره منازل مبله در این شهر را از مصادیق بارز ناهنجاری‌های های اجتماعی برشمرد و گفت افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله ایجاد می کنند تحت تعقیب کیفری و قضایی قرار خواهند گرفت و منازل آنان با دستور مقام قضایی پلم خواهد شد علی القاسی گفت هر روز شاهد بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز هستیم که این امر در خور سومین حرم اهل بیت نیست دادستان شیراز افسود برخورد قاطع با جرایم ناشی از ناهنجاری های اجتماعی مورد تاکید دستگاه قضایی استان و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز است که در این زمینه بارها دستورات قضایی لازم صادر شده است وی از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر و تبلیغات منازل مبله به جدیت پیگیری و با عوامل آن تحت عنوان تخریب عمومی برخورد شود. دادستان شیراز عرضه و استعمال مواد دخانی در سطح اماکن عمومی و بوستانهای شیراز را مورد انتقاد قرار داد و افسود لازم است در این خصوص اقدامات عاجلی از سوی نیروی انتظامی شهرداری و دیگر ارگان ها انجام شود. القاسی همچنین به از سرگیری تخریب منقل خانه ها در شیراز خبرداد و افسود دستورات قضایی لازم جهت تخریب و ریشکن کردن مراکزی که محل استعمال جمعی مواد مخدر قرار میگیرند صادر شده است وی در خصوص منازل میراسی نیز افسود بر اساس مصوبات جلسات اداری کل میراس فرهنگی و گردشگری موظف به ساماندهی این منازل است دادستان شیراز همچنین با انتقاد از توزیع و ارائه محصولات ضد فرهنگی در سطح اماکن و معابر عمومی شهر شیراز و بوستانها افزود متاسفانه برخی افراد این اقدام ضد فرهنگی و ضد اخلاقی را محل کسب و درآمد خود قرار دادند که این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست الغاسی تصریح کرد با افرادی که با عرضه این محصولات ضد اخلاقی فضای معنوی و فرهنگی شهر شیراز را زیر سوال میبرند برخورد شدید و قاطع می شود وی همچنین با انتقاد از اینکه برخی افراد فرهنگ هجاب و افاف را نادیده گرفته و علنا به خصوص در حین رانندگی اقدام به بی میکنند می کنند افزود دستورات غذایی لازم در خصوص توقف اتومبیل رانندگان بی صادر شده و پرونده این افراد در دادسرای ناحیه دو شیراز رسیدگی و وسیله نقلیه این افراد توقیف می شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به اینکه در کنار اقدامات دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی استان در راستای برخورد با مظاهر علنی فساد تاکید کرد متاسفانه وضعیت کنونی امروز نتیجه عدم توجه نهادهای فرهنگی در سالهای گذشته به امورات فرهنگی است انتشار این خبر باعث انتشار موجی از نوشته های تحلیلی و تنز کاربران فضای مجازی شد بسیاری اقدامات جمهوری اسلامی در ماه های اخیر و نیز از بد و انقلاب پنجا هفت را همسو با اقدامات دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش خواندند و نوشتند که هر اقدام مزهکی که داعش انجام می برای مردم ما یا انجام شده و یا مجددا به یاد حکومت می آید و جمهوری اسلامی هم آن را دستور کار خود قرار می دهد. برخی کاربران نیز به تنز نوشتند در خصوص برخورد با اجاره دهندگان خانه های مبله جمهوری اسلامی از داعش جلو افتاد و این بار این دولت اسلامی عراق و شام است که باید از جمهوری اسلامی الگو بگیرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با انتشار اطلاعی از شناسایی و تعطیلی دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای و بازداشت دستن در کاران آنها در ایران خبر داد این شبکه ها سیاسی نیستن یادتون جمع باشه شبکه ی و امام زمان و دو تفلان مسلم و کوفه و غیر و غیره اینها شبکه هایی هستند که از سوی بعضی از ارگان های جمهوری اسلامی علم شدند علیه اهل تصنع ما در همین تلویزیون ایران فردا به شدت در برابر اینها موضع گرفتیم و شاید مقامات جمهوری اسلامی هم حس کردن که این شبکه ها در نهایت به ضررشون خواهد بود همه اهل سنت رو عصبانی کردند. اونها نیز تلویزیون هایی دارند که به همین تندی اینها هست به هر حال بعضی از این شبکه ها رو بستند. البته نه آنهایی که مستقیما به دفتر مقام معظم رهبری یا وزارت اطلاعات آقای علوی ارتباط داشتند گزارشی در این زمینه داریم که مشاهده می به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده آورده دفاتر چند شبکی ماهواره‌ای در چارت استان ایران به طور مخفیانه و غیر قانونی فعالیت می کردند. وزارت اطلاعات هدف از فعالیت‌های این شبکه ها را ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع اعلام کرده است. این اطلاعیه اضافه کرده که دفاتر این شبکه ها با حکم قضایی تعطیل و عوامل آنها بازداشت شدند. استانهای قوم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی چهار استانی هستند که وزارت اطلاعات اعلام کرده دفاتر شبکه های مذکور از آنجا به پشتیبانی از برنامه های اختلاف افکنانه در جهان اسلام مبادرت می کردن. این اطلاعی همچنین اضافه کرده که این شبکه ها در راستای اهداف برخی سرویس های اطلاعاتی بیگانه و تأمین اهداف استکبار جهانی فعالیت می جنجال بر سر فعالیت شبکای ماهواره مذهبی زمانی بالا گرفت که استاندار قوم از دریافت پیام سید حسن نصرالله الله حزبالله حزب الله لبنان مبنی بر لزوم کنترل این شبکه در قوم خبر داد. محمد صادق صالحی منش روز نهم اردیبهشت در سخنانی که سایت رسا آن را باستاب داد اظهار داشت برادر عزیزم سید حسن نصرالله الله هفته گذشته هیئتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه های ماهوارهای که از قوم تغذیه میشوند کنترل شوند و گل من بودند که چرا چنین زمینه در قوم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد ولی خبرگزاری فارس روز 15 اردیبهشت با انتشار گزارشی به شرح فعالیت های شبکه های ماهواره شیعی پرداخت که به گفته آن اقدام به اختلاف افکنی در میان اهل سنت و شیعیان می کنند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که یازده شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آنها شبکه های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می کنند که در این میان شبکه های عرب زبان آنها بیشتر از دیگر شبکه هاست. این خبرگزاری برخی از این شبکه های ماهوارهی را شامل شبکه های امام حسین به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی سلام اول فضل العباس مدرسه جهانی امام صادق بقی مرجعیت و همچنین شبکه های الانوار یک و دو عنوان کرده که در قوم اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند. بسیاری از این شبکه ها مروج های خاندان شیرازی ها هستند و اختلاف های با روحانیون شیعه در ایران دارند. رهبر نظام علی خامنه ای هم در شهری بر ماه سال 92 نامی از خاندان معمم شیرازی ها برده و گفته بود تشیعی که از لندن و آمریکا تبلیغ شود به درد شیعه نمی خورد. جمهوری اسلامی در همه زمینه ها میخواد بگه ما هستیم موسیقی ما داریم فیلم داریم سینما تئاتر همه چیز داریم اسلام ناب انقلابی محمدی عرصه ی همه هنرهاست منتها هنرهایی باید باشه که مقام معظم رهبری تاییدش کنه محسن یگانه خواننده معروفی است از نسل جوان قرار بود روزهای 18 هم و 19 مرداد در ارومیه کنسرتی داشته باشه اول گفتم به دلیل عدم رعایت طرح تفکیک جنسیتی لغو شد ما بسیاری از کنسرت‌ها رو دیدیم قبلا زن و مرد زن و شوهر برادر و خواهر پسر و دختر در کنار هم نشستن اما مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بود که زیر بار طرحی در این استان برای تفکیک گذاشتن نخواهد رفت و جدا سازی جنسیتی رو نمیپذیره و به کنسرتی که بخواهد با چنین سیستمی برگزار شود مجوز نمیدهد در نهایت کی ضرر میکنه آقای یگانی ارکسترش و مردم بنابراین دعوای وزارت ارشاد با استانداری و مقامات امر به معروف و نهی از منکر همیشه به ضرر مردم تموم میشه گزارش شما رو در این زمینه ملاحظه بفرمایید در هفته قبل برخی منابع خبری از تصویب طرحی در اداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و شرقی خبر داده بودند که طی آن کنسرت های موسیقی در این دو استان با تفکیک جنسیتی یک شب به زنها و شب دیگر به مردها اختصاص خواهد داشت. اما پیروز عجمن در گفتگو با شرق گفت به تازگی شورای سیاستگذاری نیروی انتظامی آذربایجان غربی در شورای سیاستگذاری برگزاری کنسرت های ایرمستان تر برگزاری کنسرت ها به صورت تفریق جنسیتی را تصویب و ابلاغ کرده است و این ربطی به سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی ندارد. وی افزود شن مردم ایران بالاتر از این حرف هاست برگزاری کنسرت مانند برگزاری تاعت و سایر هنرها از سالم ترین تفریحات است. مردم برای دیدن یک اتفاق فرهنگی همراه با خانواده خود در سالن حاضر می شوند و این اشکالی ندارد حال اگر فرد یا افراد خاطی و هنجا در جمع حضور دارند باید نیروی انتظامی با آنها برخورد کند و درست نیست که به دلیل رفتار یکی دو نفر اینطور برخورد کنیم گفتنی است لغو این کنسرت ها در حالی است که در روزهای آینده نیز کنسرت های رضا صادقی و همایون شجریان قرار است در این منطقه برگزار شود و سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست اما در حالی که نهاد تصمیم گیرنده در مورد برگزاری کنسرت ها دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تمام مجوزهای لازم در این زمینه از سوی این اداره صادر می به نظر می رسد که روز به روز میزان اختیارات و تصمیم گیری های این ها رو به کاهش است. در سالهای گذشته بارها و بارها مجوزهای های صادر شده برای کنسرت های موسیقی در آخرین لحظات باطل شده است. اغلب اوقات دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و نهاد تصمیم گیرنده در این زمینه به طور رسمی معرفی نشده اما گویا به تازگی نیروی انتظامی با تشکیل شورای کنسرت در این خصوص اعلان حضور جدی کرده است. نیروی انتظامی که تا پیش از این تنها مسئولیت و اجازه برقراری نظم در خارج از سالن‌های کنسرت را بر عهده داشت این یک قدم جلوتر رفته و برای حضور و تفریک جنسیتی در سالن‌های موسیقی دست به کار شده است اما در رویداد دیگر و مرتبط با گروه های فشار که در مصاحبه پیروز ارجمند تلویحا به آن اشاره شده است روح الله جمعی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور نیز و انصار حزب الله درباره گشتای موتوری هشدار داد رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفت هر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند و ترسی هم از هیچ گروهی ندارد این مقام وزارت کشور در واکنش به گفته های عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله که چندی پیش از اعزام گشتای موتوری به خیابانها برای برخورد با بد خبر داده بود گفت توصیه میکنیم چنانکه افراد گروه ها یا تشکل ها نسبت به هر گونه فعالیت اجتماعی نرد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند و افزود تشکل انصار حزب الله هم باید توجه داشته باشد که در کشور قانون حاکم است رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا به انصار حزب الله مجوزی برای حضور سازمان یافته در خیابان و تذکر دادن به مردم داده شده است یا خیر گفت تا به حال هیچ درخواست مجوزی از ما نشده است و ما هم مجوز چنین فعالیتی را به هیچ کس نداده اید. از طرف دیگر سخنان روح الله جمعی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور واکنش انصار حزب الله را در پی داشت انصار حزب الله در جوابی که در سایت تدبیر به چاپ آورده است گزیده کلام آن که اصل اجرای این فرضیه در جامعه منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست و اجرای این فرضیه هیچ تعارضی میان وظایف قانونی وزارت کشور و تشکل امر به معروف انصار حزب الله به بار نخواهد آورد و برادران پلیس امنیت نیروی انتظامی در جریان کم و کیف برنامه ها قرار دارند و این ارتباط و هماهنگی مستمر خواهد بود در هشت سال گذشته تنها ماموران پلیس ایران بودند که اقدام به برخورد با زنان بد پوشش می اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی گشتای انصار حزب که در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران فعالیتی نداشتند میگویند میخواهند دوباره به خیابان بازگردند و با آنچه که بد حجابی مینامند برخورد کنند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دلیل یک مورد از هر هفت مورد مرگ شهروندان را آلودگی هوا دانست و خبر داد که با قطع بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است در ماهای گذشته اخبار بسیار زد و نقیزی در خصوص واردات بنزین پتروشیمی منتشر شده بود دولت احمدی نژاد از این بنزین آلوده استفاده میکرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به آمار سازمان جهانی بهداشت گفت که از هر هفت مورد مرگ و میر یک مورد به دلیل آلودگی هواست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بنزن موجود در سوخت را از عوامل جدی سرطان به ویژه سرطان خون ذکر کرد و افزود به طور کامل این فراورده از چرخ خارج شده هرچند به صفر نمیرسد، اما اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است. خانوم ابتکار تصریح کرد در شهرهای بزرگی که بنزین یورو چهار مصرف می شود کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانوم ابتکار در حال حاضر در تهران کرج عراق و تبریز از بنزین یورو چهار استفاده می شود و تا پایان آذر هشت کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهند شد. ایران تا سال 1388 چهل درصد از بنزین مصرفی خود را از خارج تعمین می کرد. اما به خاطر تحریم های غرب در مورد بنزین مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست های شیمیایی و بعضا خطرناک مانند MTBA جبران کند MTBA ماده‌ای سمی و به شدت سرطانزاست و استفاده از آن در دنیا برای تولید بنزین ممنوع است این اقدام در دوره وزارت مسعود میرکازمی وزیر نفت احمدی نژاد انجام شد. در همین راستا سه تن از وکلای دادگستری دوازده خورداد ما خبر دادند که علیه مسعود میرکازمی به دلیل تولید بنزین های سمی به دادسرا شکایت کردند. مسعود میرکازمی در واکنش به این موضوع صحبت هایی درباره بنزین سمی را سیاسی خواند و اطلاعات ارائه شده را دروغ نامید. در همین حال، رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد روز 11 مرداد گفت که مراکز فنی و آزمایشگاهی نفت بنزین پتروشیمی را تایید کردند و کیفیت بخشی از بنزین های تولید شده به یورو 4 و یورو 5 رسیده است. خانم ابتکار در پاسخ به سخنان رستم قاسمی گفت: قطع بنزین پتروشیمی و واردات بنزین مد نظر ما نیست. بلکه بنزین یورو چهار و قابل قبول مورد تایید ماست و فرقی نمی کند این بنزین وارداتی باشد یا در داخل تولید شود وی اضافه کرد آنچه مسلم است با قطع بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافت خانم ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این گفته نمایندگان مجلس که حتی یک لیتر بنزین یورو چهار وارد کشور نشده خاطر نشان کرد بخشی از این بنزین های یورو چهار که در چهار کلان شهر استفاده می شود وارداتی و بخشی تولیدی است و به گفته وزارت نفت محموله های اول پس از مصوبه دولت در تاریخ دهم اردیبهشت اردی بهشما به کشور وارد شده است. محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اول تیرماه ماه 1393 گفته بود کتاب امروز حتی از بنزین های وارداتی یک لیتر بنزین یورو چهار وارد کشور نشده است. توزیع بنزین پتروشیمی از ماهای ابتدایی دولت حسن روحانی متوقف شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران ششم اسفند ماه سال گذشته آلاینده و خارج از استاندارد بودن بنزین پتروشیمی ها را تأیید کرده و گفته بود که قطعا در تهران دیگر این نوع بنزین توزیع نخواهد شد. هرچند مقامات دولت احمدی نژاد آلوده بودن بنزین پتروشیمی را تکذیب کردند اما گزارش های مختلفی درباره آلوده بودن این بنزین منتشر شد گفتنی است نتایج آزمایش نمونه های بنزین داخلی از سوی آلمانی ها نشان می دهد که میزان گوگرد بنزین عرض شده در تهران 20 برابر حد مجاز بوده است آلودگی همه جا هست دیدم در محصولات غذایی به گفته وزیر بهداشت که به نظر می‌رسد آدم معقولی است، روغنی ریخته بودند که این روغن بسیار مزره و به سلامت انسانها لطمه می‌زند. وزیر بهداشت از وجود روغن پاپ بیش از حد مجاز در روغن‌های خوراکی و لبنیات مصرفی در ایران خبر داده بود. و افسوده بود که کارخانه های لبنی ایران به جای استفاده از چربی طبیعی از این نوع چربی استفاده میکنه تا اینکه از بدترین نوع چربی صنعتی است به دلیل عدم نظارت کافی و نبودن مؤسسه های قوی استاندارد مواد بیکیفیت بسیاری تولید می شود که این موضوع به خصوص در صنایع تغذیهی ای عامل مرگ و میر می شود روغن پالم که ازش یاد میکنن یا روغن نخل در بسیاری از کشورهای آسیایی جنوب شرقی در مالزی در اندونزی تولید بسیار زیادی داره و متاسفانه در ایران هم این کارو دارن میکنن ضررهای بسیاری برای سلامت داره و به نظر می رسد این چربی مورد استفاده خیلی از کارخانجات غذایی در ایران است در پختن سوخان، در بسیاری از شیرنیجات لبنیات از این نوع چربی استفاده می بسیار سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما در دسترس شماست در وبسایت به آدرس ایران فردا لایو از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما نیز به نشانه فیسبوک ایران فردا تی وی نتورک در اختیار شماست با ما در تماس باشید و نظر بدید فردا هم در همین ساعت با شما خواهیم بود بدرودی با شما و همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.